سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. هدف من توی این کانال معرفی شما به راه‌های موفقیته. راه موفقیت یه راه مشخص نیست. هر کسی توی زندگیش به نسبت توانایی‌هاش میتونه موفق باشه. و موفقیت رو دیگران برای شما نباید تعریف بکنن. توی این کانال تلاش من اینه که شما رو با راه‌های موفقیت و راه‌های مختلفی که میتونید به آرزوهاتون برسین معرفی می‌کنم. امیدوارم که بتونم در راه رسیدن شما به موفقیتتون بهتون کمک کنم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. با من همراه باشید. من موضوع رو هم براتون پین میکنم که دوستانی که میان موضوع میتونیم جنبندی رو بنویسیم. موضوع مهاجرت به فرانسه هستش. به فرانسه. خب. قبل از اینکه شروع کنم هیچ کدوم از دوستان در واقع سوالی دارن؟ اگر نه که من کامیارم درخواست داده میخوام بیارمش بالا. خوش آمد میگیم به کامیار عزیز. دوست بسیار خوبم، از دوستان صمیمی بنده هستند که در کشور فرانسه زندگی میکنن و سالیان سال هستش که ما یک دوستی در واقع زیاد رو با هم داریم. از دوران کودکی با هم رفیق بودیم و همیشه با هم ارتباط داشتیم، چه بعد از اینکه من از کشور خارج شدم چه بعد از اینکه ایشون از کشور خارج شد. موضوع چگونه فرار از ایران هم براتون میگذاریم. یکی از راه‌های فرار از ایران در واقع بحث فرانسه رفتن هست، یعنی برای دوستانی که علاقه مند هستن به فرانسه. من خودم شخصا اونجا نبودم ولی ارشاد خدمتون که این داستانی که در واقع برای کشورهای اروپایی وجود داره، هر کدومشون اینها خوبی و بدی های خاص خودشون رو دارن. که من چند روز پیش توی یکی از گروه ها بودم که اینها صحبت میکردن در مورد بحث این که در واقع نیازی نیست که شما دارید کامل درخواست میده، نیازی نیست که شما در واقع خودتون رو با یک کشوری رو با خودتون تطبیق بدین، باید اون کشوری که براتون بهتر هست رو پیدا بکنین. کامیار جان خیلی خوش اومدیم. آقای کامیار عثمانی از دوستان در فرانسه، خوش آمد به تریبون. در اختیار خودت بفرمایید که صحبت های قشنگت هم داشته باشیم. سلام عزیزم، سلام به همه دوستان، دوستانی که هستن و دوستانی که دارن تشریف میارن. من اومدم امشب مهمونم، خیلی حرف نمیزنم، فقط جواب میدم دیگه. کامیار جان چی میل میکنی؟ چای، قهوه؟ در خدمت باشیم. من کافه لطفا. پس کافه ای هستی. خب از همین اولش نه، در مورد کافه های فرانسه بگو. کافه فرانسه معمولا کافه معروفیه. کافه هاش که معروفیش به کنار، ولی خب بیشترین درصد تفریح مردم فرانسه رو کافه رفتن، رستوران رفتن تشکیل میده، یعنی زندگیشون به کافه رستورانه. از همین الان که قراره هفته بعد رستورانایی که حالت تراس دارن و بیرون میصندلی دارن و اجازه دادن که باز کنن، مردم از همین الان تو فکر چی بپوشن، یعنی دارن حاضر میشن استارت بزنن. من چرا تصویرم چیز میشه، لایت گوشیم خاموش میشه، باید تاچ کنم نورش روشن شه. خب پس در واقع تفریح اصلیشون اینه. چه این خبرم چند دست پیش روی استوری خودت هم دیدم که این خبر از طرف دولت فرانسه اعلام شده که قراری که دوباره باز بشه. یکی از شبکه‌های خبری فرانسه پخش کرد و اصلا یه جدولی زد که 3 تا تاریخ داشت که از هر تاریخی چیا باز میشه، بعد زده ورود توریست خارجی از تاریخش یادم رفت 9 می فکر کنم 19 می یه همچی چیزی، حالا تاریخش رو توی نوشتم. ولی این توریست خارجی فقط شامل خارج از فرانسه است فعلا، ولی تعیین نکردن که چه کشوری. ولی یه بحثی توی اتحادیه اروپا بوده امروز، من یه مطلب دیگرم خوندم، مهدی هم گذاشته بود اتفاقا توی پیجش، بحث این شده که کشورهایی که یه خورده واکسیناسیونشون بالاست و یه خورده سیف ترن رو اجازه بدن بیان از هر جای دنیا، حالا نمیدونم شامل ایران میشه. حتما باید در واقع تست کرونای مثلا منفی داشته باشن، اینا رو گفتن، یعنی اعلام کردن از همین الان. اون که 100%، آره تست کرونا رو حتما باید داشته باشن یه روز قبل پرواز، اون که اصلا 100% باید داشته باشن. ولی فعلا کشورهایی که اجازه ورود دادن رو لیستش رو اعلام نکردن. درسته. خب من یه مختصر کوچولی در مورد خود کشور فرانسه صحبتایی کردم در مورد میزان جمعیتش، حدود 67 میلیون نفر ظاهرا جمعیت داره.
بر اساس اون توضیحاتی که در مورد بحث مذهب گفته بودن، یه سری خصوصیت مذهبی خاص خودش رو داره. ظاهرا 50% جامعه مسیحی هن، حدود 40% واقعا دینی رو اعلام نکردن، یه درصد حدود 5% رو مسلمان داره، که برای من تعجب آور بود چون فرانسه کشوری که خیلی از کشورهای مثل الجزایر اونجا مهاجر داره. در مورد تجربه خودت بگو. من یه سری سوالا رو آماده کردم. اولین سوالی که می‌خواستم با شروع بکنم این هستش که هدف تو در به عنوان یک مهاجر در ابتدای به ساکن کارت چی بوده؟ یعنی چرا مهاجرت؟ ببین، مهاجرت هممون برمیگرده به شرایط ایران دیگه. اگه کشورمون یه شرایط استانداردی رو داشت و یه رقابتی با کشورهای تر از اول دنیا داشت، از همه لحاظ اصلا چیزی به اسم مهاجرت خب پیش نمیومد. هرچند که از همین فرانسه مهاجرت میکنن به آمریکا، از آمریکا میرن استرالیا، یعنی مهاجرت همیشه هست. ولی خب ایرانیا درصد بالا یا حتی میشه گفت 95% بحث شرایط نابسامان کشوره که از لحاظ اقتصادی، کاری، امنیتی از هر لحاظی اوکی نیست و همه دوست دارن برن و اونجایی که دوست دارن زندگی کنن. یک دو اینکه شما اگه یک کشور درست حسابی زندگی کنی، حالا نمیگم جهان اول، دوم یا سوم، چون هر ستاشون هست این شرایط، میتونی با تلاش به اون چیزی که میخوای برسی. درسته. و ایران نمیشه گفت نمیشه، ولی خب خیلی فاکتورهای دیگر هم هست که باید داشته باشی غیر از تلاش. حالا یه سوالی که من همیشه از دوستان میگیرم، خب در واقع تو هدفهایی رو، این برگشت به اون سوال هدفم، یه سری المانها رو در زندگی دنبال میکردی که من حالا با تجربه شناختی که از تو دارم، از خیلی از جهات زندگی توی ایران تو یک زندگی نسبتا مستقل و شاید بگم مستقل، حالا چه از لحاظ عاطفی، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ مالی داشتی، و خیلی از آدم هم همین شرایط رو دارن و میخوام از این دیدگاه توضیح بدی که خب شمایی که شرایطت به این نسبت بوده، واقعا اون موتیویشنه چی بوده که بیاد؟ چون خیلی از دوستان این کار میکنن، بحث مقایسه پیش میاد. هرچند که من به شخص خودم احساس میکنم که مهاجرت برای همه نیست، ولی برای همه خوب میتونه باشه، ولی برای همه نیست در واقع. در از این لحاظ بگو که با تجربه که شرایط نسبتا مناسبی توی ایران داشتی، با تجربه از لحاظ کاری، از لحاظ حرفه‌ای، از لحاظ شخصیتی و خانوادگی و کلیه شرایط، چرا باز هم این احساس رو کردی که باید ادامه بدی و مهاجرت کنی؟ ببین، این دیگه خیلی شخصی میتونه باشه. شاید خیلی از آدما تو شرایط مثلا من توی ایران اگه بوده باشم بگه نه چرا مهاجرت کنم، اینجا خوبه، اوکی، کار میکنم، زندگی میکنم. ولی خب این واقعا یه تصمیم شخصی بود و اینکه یه حس ماجراجویی که من همیشه دارم، یعنی هیچ وقت قانع یعنی قناعت کلا ندارم، یعنی قانع نمیشم، دوست دارم جلوتر برم. و اینکه جدای از همه اینا، منطقیشو بخوایم فکر کنیم، جدا از تصمیمای شخصی، خیلی ساده بود فکر کنی که ایران داره شرایطش خیلی بد و بدتر و بدتر میشه. قابل پیشبینی بود در واقع. یه جورایی پیشبینی هم بود. شما الان تو ایران با یه بهترین شغل هم که داشته باشی، مایی ببینیم چقدر 50 میلیون هم پول در بیاری، نمیتونی یه خونه بخری، یعنی نمیشد. شما خودت تو اروپا بودی، میدونی که تو اروپا کارمند کف کف باشی با کمترین درآمد، این آپشن رو داری که شما خونه بخری. و خونه خریدن توی ایران یه چیزی اصلا تو برنامه های مردم نیست. مثلا من الان برنامه‌ای برای رفتن به فضا ندارم، چون نه پولشو دارم نه شرایط. فکر نمی‌کنم خونه خریدن تو ایران اون شرایطو داشته الان توی 5 6 سال اخیر لااقل. یعنی برنامه‌ها بیشتر روی خطای پایین‌تره. درسته. خب آدم شرایطش براش پیش بیاد، دوست داره بره جای بهتر زندگی کنه، رویاهاش بزرگتر بشن و تلاشش نتیجه بگیره. من بیشتر اومدم که تلاشم نتیجه بگیره. خودت می‌دونی، من بقیه بچه‌ها فکر کنم می‌دونم، من مقصدم آمریکا بود، مسیر عوض شد، فرانسه موندم، اولش دوست نداشتم، ولی همونطور که میدونی الان اینجا خوشحالترم. برام خوشحالتری. خب بریم به مبحث در واقع pros and cons، یعنی خوبی ها و بدی ها. خوبی ها رو که خیلی ها میدونن، نمیخوایم یکی دو مورد از خوبی های اختصاصی که خودت به شخصه، جدای از بحث های جنرالی که مثلا وضعیت مالی، آرامش، اینها، اون چیزی که خودت به عنوان یک کاراکتر از مهاجرت به عنوان یک خوبی برات هست رو اسم بر. بعدش هم
یکی دو تا هم بعدی بیشتر بگو که چون میخوام بعدش یه سوال بعدم بکنم که مرتبط با اون قضیه هستش. ببین بهترین خوبی مهاجرت اینه که هر آدمی باشی بیشتر میسازتت. خدمت رفته باشی، خود ساخته باشی، مستقل باشی، اینجا میسازنت، یعنی اجازه نمیدن بشینی. یه جوری سیستم کاری اداری اروپا هست، خودت هم میدونی، اجازه نمیدن کسی خونه بشینه. یعنی اگه بخوای پیشرفت کنی باید راه بری، باید بدوی دنبال کارات. حالا یه سری آپشن ها هست برای اونایی که لحاظ سواد حالا خیلی پایینن، خیلی ضعیفن، خیلی مشکل داره، آره اینجوری بلشون نمیکنن، کمک میکنن. ولی در واقع برای قشر جوان، کسی که میاد اینجا، من اینکه نخواد پیشرفت کنه و اینا پیشرفت انتخاب اینجا کاناتش وجود داره دیگه، این به همت خودت در واقع بستگی داره که چقدر تلاش بکنی. حالا بعد تو از بدیاش هم بگو که واقعا برات همیشه، حالا بعدی نمیخوام موقت رو بگی، بعد یه لانگ ترم رو صحبت بکنیم، یعنی یه چیزی که در واقع چون بعدی که اگه قرار بشه حل بشه دیگه بعدی نیست، چون در آخر یه قسمت از من بعدی نمیبینم. بعدی غیر از دور بودن از خانواده‌ات که با این شرایط ایران نمیشه چپ و راست ویزا گرفت، این پروازای گرون رفت آمد اون بماند، بعدی خود مثلا اروپا که بخوای فکر کنی، من واقعا نمیشه گفت بعدی نداره، قطعا داره، ولی برای من نبوده خیلی. درسته، خیلی روم تاثیر نذاشته. حالا یه مقدار این سوال بعدی من رو در واقع پیچوندی، ولی میخواستم بگم خب اگر بدی هایی داره چی باعث شده که موتیویشن داشته باشی که در واقع روی اون بدی ها سوار بشی و پشت سر بگذاریشون؟ ببین بعدیش اینو بهت بگم، بذار شروع کنم. بعدیش اینه که عادت کردیم توی ایران خونه 150 متری کوچیک حساب میشه، زیر سه خوابه اصلا به در نمیخوره، خونه مثلا فلان به در نمیخوره، نمیدونم همه اینا به در نمیخورن. میای اروپا میدونی که رفیقت داره تو 9 متری زندگی میکنه، تو میری مثلا تو 20 متری زندگی میکنی، بعدش میری 30 متری میگیری، 30 متری 40 متری توی ایران سایز خیلی، یعنی اصلا نیستش، وجود نداره، اگرم باشه دیگه خیلی داستان داره. ولی این مثلا سایز خونه که باید عادت کنی اینجا جای خونه کوچیک زندگی کنی خیلی بده به نظر من. ولی خب باز عادت میکنی، خودت گفتی بدیایی که موندگارن رو بگو. آره. بیشتر چیزایی هستش که آره اون غم و دوری، حالا شاید اون دوستانی که مثلا حالت هومسیک و علاقه به وطن و دیدن خانواده و خیلی داستان های دیگه، اونها طولانی مدت هست درش. این اونم یه حرف قشنگ زده، نوشته به نظرم قشنگی مهاجرت اینه که آدم خوبی و بدی با هم میبینه و به نظرم یاد میده که آدم خوبی ها رو ببینه. اینو من بگم، خودم به شخص تجربه شکست کردم. من یه آدمی بودم اگه یه لامبورگینی میومد روبروی من، اون گوشه گلگیری که زدگی داشت رو میدیدم، لامبورگینی رنگش، مدلش، قیافش، ای بابا اون گوشه، یعنی بده رو همیشه مثل دیتکتر پیدا میکرم اون بده رو میدیدم. این چند سال زندگی توی اروپا مخصوصا اواخر، البته همین خود امیرخانی هم که حرف زده، تأثیر داشت که من ببینم که چیزای خوب زیاده. اینو توی ایران شاید هیچ وقت نمیتونستم بفهمم، چون بدیه انقدر زیاده نمیذاره خوبی ببینی. درسته. یکی از دوستان هوپلند یه مطلب خوبی رو باز کرد، حالا میخواستم اینجا بازم با کامیار صحبت بکنم، درمونش صحبت بکنم. یه مسئله کردی گفته که برداشت من کلان اینه که در واقع یه جایی به قول معروف گفتنی میگه که سنگ جایی سنگه که متعلق به اون خاک باشه، متوجه؟ یعنی در واقع بحث تعلق به یک سرزمین. تو خودتو چجور آدم میبینی؟ مثلا حالا میدونم که کرد هستی، من بذار من اینو یه خورده محکم جواب بدم، من اهل کره زمینم. به نظر من زاده کره زمینم، زندگی بدون مرز در واقع، استان، کشور، قاره، اینا جبر جغرافیاییه. چیزی که جبر نیست، من چون نمیدونیم کره های دیگه اصلا آدمی هست نیست هنوز، من جای دیگه نداریم، پس آپشن دیگه نه، من زاده زمینم، پس هر جای کره زمین زندگی میکنم اونجا میتونم اونجا رو مثل خونم کنم. فقط میاد سر دلتنگی های خانواده و دوستانی که تو چند سال، شاید من بعد 10 سال از فرانسه پاشم برم مثلا انگلیسی یا بیام آمریکا زندگی کنم،
اون حس و باز احساسات فرانسه داشته باشم به عنوان وطن، ولی به نظر من وطن من زمینه. آزادانشی زندگی کردن بدون مرز زندگی کردن در واقع. خب حالا یه سوال دیگه، اگه برگردی به زمانی که تصمیم گرفتی که مهاجرت بکنی، و یا حتی اگه بهت شانسی بدن که زودتر مهاجرت بکنی، همون تصمیم رو میگیری یا نه ممکنه که بیشتر روش فکر بکنی یا قدم‌های متفاوتی بذاری؟ به همه فالوورها دوست نمیشه گفت فالوور، چون من با همشون دوستم، یعنی اوکی هم. به همه دوستان میگم من تنها حسرتی که دارم تو این مهاجرت اینه که چرا دیر، چرا انقدر دیر، چرا زودتر نیومدم، چرا 20 سالگی نیومدم. میشه بپرسم چرا؟ مثلا چه تفاوتی میکنه؟ ببین تفاوت اینه که من الان همکارامو میبینم، خب پسر 20 سالشه، خب داره صبح دانشگاهشو میره، بعد از ظهرها فول تایم داره کار میکنه. یه سرانگشتی حساب کردم اون تایم کاری که اون داره میبینه 1600 یورو داره میگیره و هنوزم با خونه با پدر مادرش داره زندگی میکنه، معمولا تا 23-24 اینا زندگی میکنن. میبینم که طرف کارشو میکنه، درسشو میخونه، تا میخواد بیاد بیرون از خونه مامان باباش یه عالمه پول جمع کردش، خیلی جلوه، همه چی داره، میتونه خونه بگیره، میتونه خونه بخره، میتونه ماشین بخره، خیلی جلوه. و اینکه اینم بگم یکی از بدیایی که این یادم اومد، همیشه مدرکی که تو اون کشور گرفتی اعتبارش بیشتر از مدرکیه که توی کشوری مثل ایران گرفتی. مثلا قطعا من و یه نفر دیگه جفتمون لیسانس کامپیوتر بریم برای یه شرکتی به عنوان مهندس کامپیوتر بخوام استخدام شیم، تقریبا میشه گفت اونی که تو فرانسه گرفته همینجوری یه قدم جلوتره. منظورم بخونیم گاهی. دارم میخونم حالا چیزایی که لازم باشه رو شاید پینم کردم مثلا. خب حالا چون بحث خوبی و بدی کردیم، پس اوورال تو کاملا خوشحالی که این کاری کردی و با وجود اینکه میدونم توی پروسه‌ای که مهاجرت کردی چالش های خاص خودت داشتی، ولی راضی که این سختی رو تحمل کردی و خودت رو به یه موقعیت جدیدی در واقع آشنا کردی، درسته؟ بله دقیقاً. بله دقیقاً. اوکی، در مورد مردم فرانسه بگو کامیار، چون میدونم آدم سوشالی هم هستی، آدمی که هستی که خیلی اینتراکت میکنی. در مورد مردم فرانسه بگو چجوری هن، اخلاقشون چجوریه؟ ببین فرانسوی ها هر جای دنیا آدم خوب و بد هست، هر جای دنیا نجات پرست هست، هر جای دنیا آدم نچسب و بچسب هست، ولی من ندیدم بدی از فرانسوی ها، من ندیدم واقعا. کلن آدم هایی هن که دوست دارن صحبت کنن، دوست دارن حرف بزنن و تو طول روز اصلا نمیگن نه و یارو غریب است من چی بگم. تو طول روز هزار بار پیش میاد آدمایی که همدیگر رو نمیشناسن یه گوشه خیابون سر یه ماشینی که یهو میپیچه مثلا میره، وای میسن اونجا نیم ساعت یه ساعت حرف میزنن، همدیگر نمیشناسن، شماره هم رد و بدل نمیکنن، همونجا صحبت میکنن میرن. خیلی اهل گفتگوان، بیشتر تفریح جووناشون اینه، میرن بارای چیز که مثلا خیلی بزرگ نیست، مردم میان بیرون یه آبجو میگیرن، از ساعت 8 شب تا 12 شب با هم یه دونه آبجو صحبت می‌کنن، فقط حرف می‌زنن، یعنی عاشق. جالبه، یه بحث خوبی رو تو ذهنم باز کردی، حالا این خارج از سوال بعدیمه، ولی این بحث تفریحات همیشه برای دوستانی که با منم تماس می‌گیرن از ایرانم چالنجه، که واقعیت امر من تفاوت آنچنانی بین اون چیزی که توی ایران انجام می‌دادیم با اینجا نمی‌بینم، چه بسا اونجا امکاناتی هم که داشتم و یا شناختی هم که داشتم خیلی بیشتر از اینجا بوده. اینو در موردش یکم صحبت کن، این تفاوت ذهنی که از کودکی تو ذهن ما در رابطه با اون آزادی و تفریحات، که حتی خودت هم میدونی که اینجا به یه مقدار بیشتری میشه گفت نه که مثل ایران محدودیت هست، ولی محدودیت‌های اجتماعی خاص خودشو داره که تو رو به هر حال محدود میکنه از انجام یک سری کار. حالا فرانسه یه مقدار یه سیستم روشنفکری خاص خودش داره، ممکنه یه چیزای عجیب غریب ببینی که اصلا با اون هنجاری که توی جامعه ما بوده هماهنگ نباشه، ولی در مورد این صحبت کن. ببین تفریحاتو بخوام مقایسه کنم، آره خیلی از تفریحات ایران و ایرانی فرانسوی شبیه، مخصوصا رستوران رفتن، ولی خب خودت بودی من اینجا، رستوران طرف میره رستوران که راحت باشه، راحت بشینه، ریلکس غذا بخوره، که بتونه غذاشو 4 ساعت طول بده که بخوره و حرف بزنه در کنارش، و همون تیپی هم که از سر کار اومده میره خیلی شلوغش نمیکنه. این تفریح توی ایران هم هست رستوران رفتن، ولی شما برو رستوران انگار مثلا عروسیه، همه شیک میان، خیلی خوش تیپ میان، همه خیلی میرسن و یه جورایی دارن ارائه میکنن مثلا که چی دارن، و از اون لذت کم میکنه به نظر.
این اختلاف تفریح های جال جدا از داستان دیسکو کلاب و اینایی که توی ایران نیست، تفریح های مشترک رو دارم مقایسه میکنم. اینشون خوبه که خیلی سخت نمیگیرن، هیچی رو سخت نمیگیرن، خیلی راحتن. من جای اولی که کار میکردم این تایم کاری که میدادم خیلی جابجا میشد، بعد من همش شاکی بودم، بعد همکارم پرسیدم گفتم ببین تو شاکی نیستی مثلا این هفته اینجوری؟ خب چرا؟ خب چرا اعتراض نمی کنی؟ نه چه اشکالی داره، همینه، زندگی می کنیم. یعنی اصلا به هیچ چی اعتراض نمی کنن. حالا درسته چپ و راست تو خیابونن دارن تظاهرات می کنن، اون برای گرفتن حقشون داستان فرق کنه. در کل آدم های ریلکسی هن، هرس نمی خورن اصلا. آره اینم قبول دارم، این که در واقع یه مقدار ریلکس ترن و میگم این یه چیز زنجیروار تاریخی یعنی توی خیلی از چیزا ریشه داره که حالا تو حوصله این صحبت ما نیستش. در مورد زبانش بگو، در مورد زبان فرانسه، چون میگم بیشتر هدف این لایوی که من با کامیار گذاشتم این هستش که دوستانی که مثلا میخوان برن فرانسه، خب فرانسه چه جوریه؟ در مورد زبان بگو. ببین بذار یه چیزی بگم، چون من خیلی سوال میپرسن و نمیشه همه رو جواب بدم، یه موقعی هم جواب میدم ولی خون طرفی که میپرسه نمیبینه یکی جدید میاد. مخصوصا برای خانمایی که میخوان مهاجرت کنن، من میشناسم هزاران نفر خانمی که میخوام مهاجرت کنم ولی ترس از تنهایی دارم، من چجوری برم توی کشور غریبه و دووم بیام؟ من هیچکی ندارم، مجموعه هیچ رفیقی ندارم. اونایی که حالا این لایو یا سیف میشه یا نمیشه بعدا میبینن اینو بدونن که خیلی از کسایی که من میشناسم اینجا وقتی باشون صحبت میکنم اومدن اینجا، یه دونه رفیقم نداشتم. من خودم اومدم 10-15 تا رفیق داشتم، ولی خیلی از آدمایی که اینجا هستن و موفقم هستن یه دونه رفیق هم نداشتن. اینو من بگم که کسایی که دوست دارن مهاجرت کنن از تنهایی نترسن. سیستم اتحادیه و سیستمش یه جوریه که شما رو یعنی هول میده جلو، نیازی به کمک نداری، یعنی بهتون یاد میده که خودتون همه کاراتون رو انجام بدین. و در زبانش پرسیدی، اولش خیلی سخته، اولش تا به صداها عادت میکنی، تا قانون اصلی رو یاد میگیری خیلی سخته، ولی خب یه ذره که جلو رفت به قول خودشون آیکش رو که تونستی بخونی خیلی پیشرفت میکنی و خیلی بهتر میشه. ولی من پیشنهادم به اونایی که مهاجرت میکنن اینه که حتما 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 بیسیک و ترم اول زبان رو توی ایران بگذرونن، بعد بیان بیرون. این سیستمی که میگم میرم تو محیط سری یاد میگیرم غلطه. یعنی نه که غلط ها، سخته خب، ولی شما زبان بلد نیستی نمیتونی بری سر کار، کاری پیدا نمیکنی که توی کار یاد بگیری و تو محیط هم تو کوچه خیابون یاد نمیگیری. پس این غلطه میرم تو محیط 6 ماه را میافتم. در از بیسش رو توی ایران بخونن یا حتی آنلاین بخونن، بعد بیان اون کاری که میخوام برم. درسته. در مورد کار صحبت کردی، پیدا کردن کار برای مهاجر چجوریه؟ حالا مهاجر رو تعریف نمی کنیم اینجا، بیا جنبندیش کنیم بگیم که کلن پیدا کردن کار توی فرانسه چقدر چلنج داره، حالا برای تحصیل کرده غیر تحصیل کرده به هر شرایطی. ببین بسته به ادعات داره، یعنی چقدر ادعا داری در مورد کار. مثلا هر کاری که بخوای، مثلا فقط بخوای کار کنی، شاید در حد 10 روز شما بتونی بری سر کار، یه هفته 10 روز فقط بخوای کار کنی هر جا که گفتن. اگه کار خواست خودتو بخوای، باز برمیگرده به اون رزومه‌ای که داری و اون توانایی که داری و چقدر بلدی تو اون کار. ولی خب نمیشه گفت جز کشورهایی که خیلی راحت کارگیر میاد، ولی ممکنم نیست، غیر ممکنم نیست که راحت هم هست. مخصوصا یه سازمان اداره کار داره به اسم پولامپلوا، کافیه که خودتو بدی دست اینا، انقدر بهت گیر میده، انقدر برات رزومه میفرستن که شاید کمتر از 1 ماه بری سر کار حتی اگه هیچی بلد نباشی. درسته. یکی از بچه ها سوال کرده، گفته که حالا من کلن خودم به شخص کلن توی محدود سازی و اینکه بخوای یه چیز رو توی یه گپی بذاری مخالفم، ولی پرسیدن گفتن که سن، در مورد سن گفتن که مثلا حداقل و حد اکثری به ذهنت میرسه برای مهاجر؟ به نظر من حد اکثر مهاجرت اگه 10% از عمرت هم مونده باشه کافیه. فقط 2 سال جواب دندون شکنی بود واقعا. 2 سال دیگه داری میشه، اون 2 سال آره نرو، ولی بستگی داره.
اگه شما توی کشوری هستی 50 سالته و خوشحالی ولی میدونی که یه جایی بهتری هست، نه با همون خوشحالی بمون. ولی اگه 70 سالته و ناراحتی از اون جایی که هستی، پاشو برو. مهم نیست 2 سال دیگه میمیری، 30 سال دیگه میمیری یا 40 سال دیگه میمیری. درسته. نظر من محدودیتی بود. بعد جالب بگم، من رسیدم فرانسه 32 سالم بود، با یه سازمانی داشتم حرف میزدم یه کاری رو برام انجام بدم، برای گرفتن اجاره کردن یه واحد خونه که ما یه سازمان خاصی بود. به طرف گفتم خب پس فکر نکنم چون من سنم بالاست. گفت شما چند سالتونه؟ گفتم من 32 سالمه. بعد اینکه حالا یارو 10 دقیقه خندید، گفتش که من 52 سالمه و هر کی بهم بگه سنت بالاست میکشمه. تو 32 سالته داری میگی سنت بالاست. این اولین فرانسوی که باش دوست شدم توی باشگاه بود، یه آقای 67-8 ساله اولو 70 ساله، و توی صحبت 2 دقیقه یه بار میگفت کامیان من برای آیندم این کارم میخوام بکنم. ای در مورد آیندهش حرف میزد، اصلا به این هم سمی نداریم. یعنی 50 سال بالا دیگه عملا شما بازنشسته دیگه ایشالله. آره کاری نمی کنیم دیگه، تموم شده، زندگی تموم شده، همین بود. ولی طرف اینجا 80 سالشه، میاد میره اصلا آرایشگاه خودشو خوشگل میکنه، اصلا مهم نیست 20 سال میمونه، 2 سال میمونه، 10 سال میمونه. آره اتفاقا چند روز پیش توی خبرهای خانمی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم ژاپنی بود که توی 90 سالگی هنوز هم یوگا اینستراکتور بود و کلی هم فالوور داشت. یعنی توی یه سن 90 سالگی شما بخوای یوگا کار کنی خیلی واقعا توان میخواد. من صحبت‌های بچه‌ها رو پین می‌کنم، همزمان یه چند دقیقه دیگه صحبت می‌کنیم، ولی می‌خوام که شما هم سوال بپرسین و ما توی در واقع کلاب هاوس هم که من خیلی دارم تلاش می‌کنم که بچه‌ها رو بیارم توی کلاب هاوس، حالا اونایی که آیفون دارن، چون بچه‌ها شانس این رو دارین که اینجا الان دوست عزیزم هاره اینجاست، خوش آمد میگم به هاره عزیز. اگرم می‌خوای یه صحبت کوتاهی بکنی، اگر نظری داری من به عنوان اسپیکر میارمت بالا، ولی اینجا می‌تونین صحبت بکنین. یعنی اینجا می‌تونین به جای تایپ کردن واقعا یه اینتراکشن داشته باشین که فقط من یا کامیار متکلم وحده نباشیم، بشینیم مثل چند تا دوست دور هم دیگه و با هم یه صحبتی داشته باشیم در مورد اون چیزی که توی ذهنتون هستش. خب کامیار جان، در مورد تحصیل چی؟ به عنوان یک مهاجر غیر تحصیلی تا حالا بررسی کردی ببینی که یکی از دوستان میگه کامیار جان لبخند بزن، کامیار موقعی که فوکوس میکنه اینجوریه. نه موقع کار بحث کاری. در مورد تحصیل چی؟ هیچ وقت فکر کردی که مثلا حالا همونجور که صحبت سن کردیم، گفتی که سن برای تو هم واقعا دیگه ملاک نیست و به آیندت فکر میکنی، تحصیل رو پیگیری کردی توی فرانسه؟ چه جوریه داستانش؟ پیگیری کردم، برای خودم رسیدم اینجا. من خیلی دوست داشتم برم فیزیوتراپی بخونم، ولی خب دیدم یه خورده راهش طولانیه، باید چیزایی که خوندم رو دوباره از صفر بخونم، یه خورده حسن نداشتم. چرا؟ چون توی که میدونی من آدم کاریم، بیشتر دوست دارم کار کنم، بیشتر دوست دارم کار کنم، بیزنس را بندازم و ترجیحم بیزنسمن بودن تا کارمند بودن. همیشه من ترجیح میدم از بیزنس خودم مای 1000 یورو در بیارم تا کارمند جایی باشن که 1000 یورو بهم بده. درسته. به خاطر همین نرفتم. ولی خیلی دانشجوی ایرانی داریم توی فرانسه، یعنی میگم خیلی، واقعا خیلی زیاد و من خیلی زیاد کشور سختی نیست برای دانشجو، واقعا سخت باشه که حوصله داشته باشه بخواد دنبال کاراش بره و کاغذبازی واقعا شدنیه و نیازی به سرمایه بالا نداره. من خیلی ها رو میشناسم جا اومدن درس میخونن و اصلا جز آدمای پر سرمایه و پول داره ایران نبودم. درسته. یه سوالی تو ذهنم در واقع ایجاد شد در رابطه با این بحثی که گفتی که برای بحث بیزنس. من خواستم به دوستانم، حالا یه خبر نسبتا خوشایندی هستش که این کووید بالاخره داره تموم میشه و توی خیلی از کشورها، حالا جاهای مختلف میشنیم، یه جایی داره بیشتر میشه، یه جایی کمتر میشه، ولی خب در نهایت تموم میشه. یه خبر خوبی رو بدم که من سالهای سال با کامیار البته دوستیم، با وجود اینکه از هم دور بودیم هیچ وقت اون رابطه‌مون به هم نخورده و خیلی هم حالا از لحاظ روحی با هم همسانی داریم، هم از لحاظ فکری، که بهتون قول میدم حالا توی همین لایو که ایشالله برنامه هست و میخوایم یه برنامه‌ریزی بکنیم که کلا توی بحث‌های مهاجرتی توی اقلام مختلفش
سعی کنیم یه پکیج مانندی رو آماده بکنیم، حالا چه به صورت وبسایت که اطلاعاتی رو که داریم رو و کمک‌هایی رو که میتونیم به دوستان بکنیم، و حالا فعلا در حد پلان و در قسمت برنامه‌ریزی هستیم، ولی یه کاری هستش که حتما تصمیم گرفتیم. می‌خواید در موردش کامل یه چند کلمه صحبت کنی؟ والا من هنوز چون قطعی نشده، ولی خب چون برنامه‌شو داریم میگم، آره احتمالاً یه حالت رسمی تر یه شرکت را بندازیم برای کسایی که میخوان ویزای توریستی بگیرن یا ویزای شنگن بگیرن و از اینجا کارا رو مانیتور کنیم، کارهایی که توی فرانسه رو انجام بدیم و ایمن هم که آمریکا کاراشو انجام میده برای کسایی که دارن آمریکا. و امیدوارم این اتفاق به زودی بیفته، و چون خودمون وسط کار بودیم، طرفی که ببین من نمیخوام پشت سر کسی حرف بزنم بگم آژانس ها فلان، ولی 90% از آژانس هایی که دارن این کار رو میکنن فقط کارهای توی ایرانش انجام میدن، هیچی نیدن از قضیه ببینن چه جوریه. حالا جدا از این سری آژانس های بزرگ که خب دفتر دارن توی کشور مختلف، ولی ما چون وسط کاریم و میدونیم چیا مهمه برای گرفتن ویزای توریستی، ویزای دانشجویی یا هر ویزای کار، ویزای دیگه، فکر میکنم درصد موفقیت پرونده هامون خیلی بالا باشه. دقیقا. یکی رو یه پیغامی رو پین کردم، گفتم اگه زحمتی نیست تو جواب پیغام رو بدی. نه بچه، این یکی از دوستامونه وصله به بالا، ما جوابشو نمیدیم، خطرناک. همون که جوابشو دادی من ممنونم. این بله جواب اون رو هم دادیم، خوشحالم که جواب کافی بود و من راضیم از این جوابی که دادی واقعا. خب کامی جان، هدفت چیه؟ روی چی داری تلاش میکنی؟ یه مختصری هم در مورد هدفات بگو که ببینیم که بعد از این همه داستان هدفت چیه و چلنج هایی هم که فکر میکنی داری چیه؟ هدف اولم این که خود رو استانبولیم کار کنم، چون چندین دفعه سرس میکنم خوب در نمیاد، این یکی هم روش کار کنم خود خوشمزه تر شه. ولی غیر از این که هدف اصلی حساب میشه، من هدفم فعلا غیر از این داستانی که قرار بندازیم حالت مهاجرتی کار کنیم، امیدوارم بیشتر تو فکر زدن یک رستوران هستم اینجا و بنده مشتری پایه همون رستوران شما میشم. اسمی تو ذهن داری در رابطه برای این رستورانه؟ راستش اسم نداره، چون اسمشو بذار نه میخوام نمایندگی یکی از برندا رو بگیرم. یکی از برندا رو میخوام بگیرم دیگه، اسمی نداره بخواد تعیین شده است، مثلا آره. اون منطقه ای که مثلا من رستوران رو بزنم میشه فلان اون منطقه، اسم نمایندگی. اینجا مثلا یه رستورانی هست زنجیره به اسم پریماورا، یا مثلا یه جایی یه فرانچایز مثل مکدونالد تقریبا، ولی خب آره مثلا مکدونالد سعادت آباد مثلا. آره ول نمیکنه، آشنا میخواد امروز چیزی ما بهش بگیم. ما از پول نمیتونم ادامه بدم متاسفانه، حالا توی پرایوت براتون توضیح میدم آقای آشنا عزیز. خب من یه سوال دیگه ببینم دارم، برای دوران اوقات فراغتت چی کار میکنی؟ یعنی این همه که میگن کامیار فرانسه است و من امریکام، اوقات فراغتتون رو چجوری میپر میکنین کامی جان؟ من اوقات فراغتم رو فقط صرف یادگیری و خواندن کتاب و نه جدی هم بگوانه من که جدی به نام خدا کال آف دیوتی. ولی نه تو که میدونی من یا سر کارم دارم دمبل میزنم یا پای کامپیوتر و تلویزیونم، یعنی بیشتر البته اینو پرسیدم به خاطر اینکه و این سوال رو کردم که هرچند که تو توی ایرانم که بودی آدم ورزشکاری بودی، همیشه توی باشگاه بودی، اینو من پین میکنم بعدن جواب بده، ورزشکار بودی توی باشگاه بودی، خودت فکر میکنی که مهاجرتت به ایران باعث شده که سالمتر زندگی کنی؟ مهاجرت ببخشید به فرانسه، باعث شده که سالمتر فکر کنی، سالمتر زندگی کنی، یا درگیر چیزای دیگه بشی؟ نه خیلی ببین بسته به آدمه. من مثلا مشروب تو ایرانم زیاد نمیخوردم، گهگداری اومدم اینجا هم همین بود،
ولی میتونه طرف عشق مشروب باشه، عشق الکل باشه، بیاد یه کشور آزاد زندگیش کلن بشه مشروب خوردن. برا من نه، برا من باشگاه ها جذابتر بود. یهو مثلا شما هر چقدر سفر رفته باشی با زندگی کردن فرق میکنه، از یه باشگاهی که فقط صدای اک او دو سه و اینا میشنیدی، فقط داد و هوار میشنیدی، خب میای توی باشگاهی که شیک و پیک که پر دختر پسرای خوشتیپ خوش قیافه است، دخترا مخصوصا، بعد جذابیتش بیشتره، بیشتر جذب ورزش شدم اتفاقا اینجا. دریا چی؟ دریا داره نزدیک پاریس؟ من چون حالا اونجا زندگی نکردم پرسیدم. بعد چقدر دریا در ببین نقشه فرانسه رو نگاه کنی، غیر از شکل ظاهریش یه جورای کپی پیست ایرانه. من همیشه اینو توی پیج گفتم، پاریس دقیقاً جای تهرانه توی نقشه، و از پاریس 2 ساعت رانندگی تا یه جایی به اسم شمال، یعنی حتی شمال میگن اصلا، میگن میرن شمال، یعنی اسم شهر رو کمتر میگن، میرن شمال لب دریا، و لب دریاش هم همون هوای شرجی و بارونی مثل شمال ایران رو داره. و جنوب فرانسه هم جای کیش و قشم که البته اونا جزیره، اینجا جزیره نیست، مثلا نیس و کن و موناکو رو داره که دقیقا همون چیزایی که مثلا کیش یه جای شیک حساب میشه، اینجا موناکو رو داره، البته خیلی اختلاف زیاده. دریا رو هم از بالا داره هم از پایین، پایین که اقیانوس البته، ولی خب حالا یکی از جزایر خیلی قشنگی که داره فکر میکنم مشترک بین ایتالیا و فرانسه، دقیق به فرانسه، کورسیکا آیلند، که یه جای خیلی قشنگ نزدیک سردنی هستش. رفتم متاسفانه، ولی خب آره میدونم چون بچه ها رفتن تعریفش زیاد شد. یکی از دوستان در مورد هزینه رستوران سوال کرده، حالا اگه میخوای توضیح بده، اگه نه که بعدم. عزیز عرض کنم که رستوران شما اینجا میتونی با 5,000 یورو رستوران بزنی و کاسبی کنی و درآمد داشته باشی و اقامت بگیری و الی ماشاءالله به قول پریس پرستویی، و به بالا، یعنی از 5,000 یورو هم میتونی شما یه به قول خودشون کریپی بزنی، اینایی که کریپ درست میکنن، یه رستوران خیلی کوچیک، یه مغازه که حالت دلیوری داره. ولی اگه رستوران منظورتون یه رستورانه با یه فضای بالاتر از 70-80 متر و یه مثلا دیسیپلین کامل و چند تا کارمند و این داستانا، به نظر من زیر 100-150 تا حتی اگه باشه هم اشتباهه. به نظر من هم دیگه بعدش اگه بخواستی چیزی اضافه کن. کامیونیتی ایرانی ها اونجا چه جوریه؟ چون من خیلی میدونم خیلی از دوستانی که میخوان مهاجرت بکنن ته دلشون یه امیدی هم دارن که اونجا لینک بشن با کامیونیتی ایرانی توی پاریس که اصلیه. متاسفانه بعد خیلی بعد خیلی کامیونیتی قوی نداره، و اگرم باشه در حد فقط مبادله ماشین یوروی دلاری پول ایناست که خیلی چیز جالبی از توش در نمیاد. و من پیشنهادم به دوستان که مهاجرت میکنن اینه که چند تا دوست ایرانی خوب داشته باشن همیشه. نمیگم از ایرانیا فراری بشین، فرار کنین، چند تا دوست ایرانی حتما داشته باشین، ولی سعی کنین وارد اون کشور بشین، وارد اون مردم اون کشور بشین که اون برای مفیدتره، خیلی چیزای بیشتر یاد میگیرین تا اینکه بریم کامیونیت ایران در زندگی همون زندگی ایران رو نه برین تو بر زندگی کنی دوست ایرانی هم. خب یکی از بچه‌ها سوال کرد، هرچند که میخواستم به کامیار بگم که صحبت آخرش رو بکنیم، نمیخوام زیاد وقتش رو بگیرم، ولی گفته که برای ویزای دانشجویی حتما باید زبان عالی داشته باشیم، چه شرایطی باید داشته باشیم برای مهاجرت به فرانسه؟ عرض کنم که برای ویزای دانشجویی شما میتونید با زبان لول A1 که یه ترم تو ایران بخونید میتونید بگید از دام هست قرار داره، با لول A1 تونست ویزای دانشجویی بگیره و میتونه بیاد اینجا، یعنی زبان عالی وجود نداره، یعنی اصلا وجود نداره. شما ویزای دوره زبان میگیرین و میایین اون A1 رو اینجا ادامه میدین، 2 ترم زبان میخونین، زبانتون به حدی که نیاز داشت رسید، میرین
دانشگاه ثبت نام میکنیم و ادامه میدیم درستون هم میخونیم. حالا همونجور که میگم قول دادیم، خانم هدیکا، خانم زارعی، پیگیر حالا پیج من یا کامیار باشین. یه قولی رو دادیم به خودمون که بتونیم ایشالا که کووید یه مقدار کمتر شد، بتونیم به بچه هایی که توی ایران هستن کمک بکنیم، اونایی که به صورت تحصیلی به خصوص به مقدار خیلی زیادی میخوایم کمک بکنیم که شرایط رو اینجا بسنجیم و راه رو براشون هموار بکنیم که بتونن ادامه تحصیل بدن. من خودم توی امریکا هستم، بالاخره یه مقدار آشنایی دارم، کامیارم توی اروپا و فرانسه هستش، امکان زیادی داره که بشه یه حالت کاملا شرکتی و به صورت حرفه‌ای در واقع با دوستان همکاری بکنیم. برای بحث زبان معمولا من این نکته اضافه بکنم که کشورهای اروپایی بسته به مدرکی که شما دارین از شما مدارک زبان مختلفی می‌خواین. اگر امکان اینو دارین که به صورت لیسانس بتونین مهاجرت بکنین و بتونین این پذیرش رو دریافت بکنین، معمولا باید زبان اون کشور رو بلد بشین. یعنی امکان تحصیلی معمولا لیسانس به زبان اون کشور، انگلیسی هم ممکنه باشه ولی کمه، یعنی شانستون کمتره. بیشتر مقاطع فوق لیسانس و دکترام که معمولا انگلیسی جواب میده، که من روی آی جی تی وی من دیروز یه جلسه داشتم با یکی از اساتیدی که توی ایران هستش توی بحث آیلتس و تافل، که اون رو هم پیگیری بکنین. کامیار جان حرف آخر. من هیچی صحبتی نمیشه، صحبت که خیلی زیاده ولی خب نمیشه همه چی گفت. فقط من هیچ زیادم اومد بهتون بگم، خیلی از شرکت‌های توریستی توی ایران، آژانس‌های هواپیمایی دارن با این تبلیغ که شما بیاین یه خونه بخرین توی اروپا مخصوصا فرانسه، اقامت میگیرین، میتونین کار کنین و همه این داستانا دیگه، بهش میرین با 70-80 هزار یورو. کاملا غلطه و کاملا کلاهبرداریه. شما با 70-80 هزار یورو بله میتونین خونه بخرین و تو بهترین حالت ویزای بلند مدت، تا زمانی که اون خونه رو دارین ویزا تمدید میشه، هیچ وقت تبدیل به اقامت نمیشه مگر اینکه شما بیزنس بزنین تو اون کشور، بیزنس بزنین یا دانشجو بشین یا پناهنده بشین یا برگردین دوباره ویزای کار بگیرین. خرید خونه باعث گرفتن اقامت نمیشه. میتونی بهتون ویزای یک ساله میده و اجازه کار هم ندارین، باید سیاه کار کنین. پس خب میشه اون ویزای یک ساله رو میشه دوباره تمدید کرد؟ یعنی میشه تمدید کرد تا زمانی که شما صاحب خونه این تو این کشور میتونین تمدید کنین، ولی هیچ وقت بهتون اجازه کار نمیدن. مگر یعنی در واقع پاسپورتی دریافت نمیکنین شما؟ پاسپورتی دریافت نمیکنین. من دوستی دارم اینجا، پدر مادرش مقیم فرانسه هستن، اقامت دائم فرانسه رو دارن، صاحب خونه هستن اینجا، صاحب بیزنس هستن، فرزندشون 11 سال ویزای توریستی داره توی فرانسه، هیچ وقت بهش اجازه کار ندادن. واو. یعنی هیچ وقت اجازه کار ندادن و همیشه این ویزا تمدید میشه چون مدارکشو داره، ولی خب هیچ وقت نذاشتن. پس این کلاه این آژانسا سرتون نره. اوکی. مرسی که امروز اومدی کامی جان، خیلی لطف کردی، وقت گذاشتی. میدونم که همیشه هم خودت توی پیج خودت اینجور بحثا رو داری و یکی چند تا از بچه هم حالا فیما بین صحبت ها ازت تشکر کردم به خاطر اینکه واقعا به صورت دوستانه، همونجور که خودت گفتی فالوورایی وجود نداره و به صورت دوستانه داری به بچه ها کمک میکنی. البته خب به هر حال به عنوان یه بیزنسمن و به عنوان یه کسی که در آینده میخواد کار بکنه، شرایط خاصی رو 100% بعداً خواهی داشت برای اینکه باشون همکاری بکنی در واقع یا کمکی کرده باشی، ولی در مجموع میدونم که خیلی همیشه تلاش میکنی که به دیگران کمک بکنی. امیدوارم همین رو ادامه بدی. خوشحال میشیم که اگه دوباره فرصتی شد یه مبحث دیگر رو داشته باشیم، در خدمتت باشم. من مثل همیشه به اندازه کافی که باز حرف میزنم، حالا یه لایو هم بخوام بهش اضافه کنم دیگه یواش یواش از دستم خسته میشی. نه بسات حتما لایو. تشکر هم میکنم از همه بچه‌هایی که اومدن، چیا آشنا، بچه‌هایی که لطف داشتن. من نتونستم جواب همه کامنت ها رو بدم و ممنونم از همگی. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشی کامی جان. روزتون خوش. قربونت. شب خوبی داشته باشین. توی اروپا شبه دیگه البته. اینجا البته توی امریکا الان روزه ولی توی اروپا شبه. اینجا هواش روشنه ولی شب حساب. تا 9 آره تا 9 اینا دیگه این فصل هوا فعلا روشن میمونه. باشه پس برو روی استانبولی که گفتی کار کن، امیدوارم که سری بعد با یه دستور پخت خوب بیای دیگه. استانبولی میام. قربانت. مواظب خودت باش. خب دوستان، یه
آفی بدیم به بچه ها که در واقع خستم نشین. یه آهنگ فرانسوی خیلی زیبا رو میخوام براتون بذارم، یه آهنگ خیلی موندگار هست، اجازه بدین که اینو بذاریم و از خدمتون مرخص بشیم. خب این آهنگ معروف فرانسوی اجازه بدین. ای وای بله پیداش کردم. آهنگ جوتم یا دوست دارم با صدای خانم لارا فابیان براتون پخش میکنم و این لایو امروز رو با هم به پایان میبریم. امیدوارم که از برنامه‌ای که امروز گذاشتیم لذت برده باشین و بتونیم بعداً هم دوباره در خدمتتون باشیم با کارهای جدید و توضیحات جدیدی که در واقع برای بحث‌های مهاجرتی می‌گذاریم. شما رو دعوت می‌کنم به دیدن ویدیوی ژتم کار لارا فابیان و بعد از اون هم همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. لطفاً اینستاگرام من رو هم فالو بکنین. آیدی کلاب هاوس هم گذاشتم و یوتیوب چنل هم هست. در هر صورتی تمام چیزایی که اینجا اتفاق میفته اونجا میتونین فالو بکنین. روز خوبی داشته باشین.
مرسی از همه دوستان، فرزاد عزیز، هدیکای گرامی و خانم سینت. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. براتون روز خوب و پر از شادی آرزو می‌کنم و شب آرومی.